سلام، به برنامه رادیویی با ما کنشکا شتاب ملکزاده خوش آمدید. در این برنامه پیرامون نظارت از شفاخانه ها در مرکز و ولایات، بخصوص شفاخانه فرانسه برای اطفال افغانستان یا FMIC برنامه را تهیه دیدیم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. مهمانانم در برنامه آقای دکتر وحید مجرو، سخنگوی وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، و آقای دکتر فردین غرمان، رئیس انجمن شفاخانه های خصوصی با ما هستند. خوش آمدید مهمانان گرامی. مجلس با شما آغاز میکنیم. نظارت وزارت صحت عامه بخصوص در ارتباط شفاخانه ها در مرکز و ولایت، بخصوص در شهر کابل چگونه است؟ تشکر. ضمن عرض سلام و خدمت شما و بیننده محترم تلویزیون خورشید، وزارت صحت عامه با نگاهی که نسبت به سکتور خصوصی به عنوان یکی از بازوهای پویا و کارای سکتور صحت داره، همواره دو دید نظارتی نسبت به سکتور صحت مد نظر گرفته است. یک بود تلاش وزارت صحت عامه در این بوده که در تفاهم با سکتور خصوصی و با درکی که صحت شهروند به عنوان عمده ترین اولویت برای وزارت صحت عامه مطرح است، تمام معیارها و اقدامات نظارتی و ارزیابی لازمه در هماهنگی با سکتور خصوصی روی دست بگیره تا مطمئن شیم که او خدمات که از جانب سکتور خصوصی به عنوان ممد ارزی خدمات صحی در سطح کشور برای شهروندان ارائه میشه، حداقل معیارات لازمه از لحاظ کمی و کیفی برخوردار هست. این یک بود قضیه است. در جانب مقابل، وزارت صحت عامه با درکی که از نوپا بودن سکتور خصوصی و نیاز مبرم سکتور صحت برای همکاری جدی سکتور خصوصی داره، تلاش ما برای بوده که تا ما جلسات نظارتی حمایوی داشته باشیم. به این معنی که از طریق جلسات نظارتی خود ما سکتور خصوصی را کمک کنیم تا متوجه او حیطه هایی که نیاز به بهبود کیفیت و ظرفیتشان هست باشن، و در صورت نیاز وزارت صحت عامه با در نظر داشته ظرفیت های موجود در وزارت صحت همکاری لازمه با سکتور خصوصی انجام بده تا مطمئن شیم در میان مدت توقعات وزارت صحت با در نظر داشته ظرفیت های موجود در سکتور خصوصی برای تعمیل و تحصیل ارزی خدمات سی که شهروند لایق و شایسته و بایستیش است دست یابیم. مجروس، در ارتباط سیاست های حمایوی شما سکتور خصوصی، بعضن سکتور خصوصی کسانی که مالکین شفاخانه های خصوصی و کار در عرصه خدمات صحی خصوصی دارند، شکایت از این دارند که وزارت صحت عامه در ارتباط بعض شفاخانه ها سیاست یک بام و دو هوا را در پیش برده و بعض از ادارات یا یک مشخص، اگر FMIC را بگیم، روابط یا رابطه ها و امکانات خیلی گسترده را در اختیار از گذاشته و با سکتور خصوصی دیگه در حال نظارت است و تنها اگر کدام اشتباهی ازشان سر بزنه توبیخ یا خیلی مجازات قوی میکنن. یک چیزی رو که میخوام که امروز شما قبلا هم رسانه محترمتون شریک شده، بازم میخوام تکرار کنم که مفاهیم و مباحث حقوقی را خلط نکنیم. شفاخانه مثل شفاخانه FMIC جزء سکتور خصوصی نیست. بله. یک شفاخانه غیر انتفاعی است و مؤسسات خصوصی دیگی که از جانب نهادهای یا شخصیت های حقوقی و حقیقی افغان و یا غیر افغان سرمایه گذاری شده، اونا بحثش کاملا مجزا هست. بحث نظارتی دقیقا تعهد و رسالت و مسئولیت وزارت صحت عامه است که در هنگام نظارت و تدقیق موجودیت معیارات کیفی و ظرفیت های کیفی در تمام نهادهای ارزی خدمات صحی برخوردش یکسان باشه. در مورد شفاخانه FMIC اتفاقا برخوردهای نظارتی وزارت صحت عامه به تنهایی نی، بلکه دولت جمهوری اسلامی افغانستان به صورت بسیار جدیتر و گسترده تر است. بله. یک بودش، از بود دیگه شفاخانه های مثل FMIC تنها از جانب دولت نی، بلکه از جانب 3 تا 4 نهاد تفتیش داخلی و خارجی دیگه هم نظارت میشه، چون در بحث شفاخانه FMIC با در نظر داشتی که یک شفاخانه غیر انتفاعی هست و منابع مالیش از چندین دونر و یا همکار بین المللی معتبر، از آن جمله که وزارت صحت عامه یکی از دونرها و یا تمویل کنندگان است که از گذشته بوده و تا حال آمده. دقیقاً. بله. چند نکته را بیان موازی بسازیم. یک، تفاهم نامی که با شفاخانه FMIC امضا شده حدود 10 سال گذشته تا 12 سال گذشته امضا شده و تعهدی که در اون زمان دولت افغانستان با در نظر داشت، شرایطی که در اون مقطع زمانی در افغانستان موجود بوده، ظرفیت های تکنیکی که در وزارت صحت عامه موجود بوده،
ظرفیت های تکنیکی و مسلکی که در سکتور خصوصی در سال 2003 موجود بوده، او شرایط اگر ما دوباره در ذهن خود متصور بسازیم، در او ظرف زمانی وزارت صحت عامه و دولت افغانستان به عنوان یک کلیت تعهدات را در قبال این نهاد انجام داده که به مدت 50 سال قابل اعمال هست. شما به عنوان یک دولت و به عنوان یک سکتور صحت قرار بر این نیست که هر وقتی که امروز یک تعهد را در برابر یک نهاد معتبر انجام دادین، هر از گاهی با در نظر داشت سلایق افراد و ظرفیت های جدیدی که نزد شما ایجاد میشه خلاف تعهدات حقوقی که بر یک نهاد معتبر بین‌المللی انجام دادین عمل کنید. دولت افغانستان در سال 2003 مکرران در سال 2006 تفاهم‌نامه‌ای را که با شفاخانه فمیسی امضا کرده تعهد کرده که یک مقدار بسیار محدودی را حدود 50 میلیون افغانی هست فقط و فقط برای شفاخانه فمیسی در شرایط کمک میکنه که بخش صندوق خیری از اینا از اون منابع میتونه که برای ارائه خدمات رایگان و یا با تخفیف ویژه بر اون تعداد شهروندایی که ظرفیت پرداخت هزینه ها را ندارن همکاری کنن. ولی دولت افغانستان نتونسته این تعهد خود عملی کنه. در ابتدای کار 50 میلیون تعهد شده، امروز ما تو ظرفیت پرداخت 10 میلیون هم نداریم و این اتفاقا ما نتونستیم تعهدات خود در قبال شفاخانه عملی بسازیم. دکتر صبغ قهرمان، هران چیز را گفته میشه، آیا واقعا وزارت صحت عامه در ارتباط نظارت و شیوه های نظارتی و در ارتباط حمایت سکتور خصوصی صحی یکسان عمل میکنه و کارکردشان یکسان است؟ تشکر از شما، تشکر از دستاندرکاران پروگرام ردیابی و تلویزیون بین‌المللی خورشید که همچنین یک فرصت را ایجاد کردن. در بحثی که بحث نظارتی هست، دقیقا آنچه که مجلس فرمودن درست است، کدام مشکل نیست، آنچه که مسئولیت های نظارتی وزارت است انجام میتن. البته در بحث نظارتی هم معضلات وجود داشته که یک معضلش تقریبا چند وقت بیشتر ایجاد شد که بدون در نظرش رو همو مراحل انسداد شفاخانه های خصوصی که هر کدامش بیشتر از 10 سال یا 8 سال ارائه خدمات کرده بودن به شکل آنی و با یک نظارت بدون او که او شفاخانه بالاخره جریمه شوه یا اون مراحلی که تا به انسداد میرسه اونا رو طی بکنه، از نظر قانونی 14 شفاخانه مسدود شد که بالاخره یک جنجال در سکتور خصوصی ایجاد کرد تا در نهایت وزارت یک مقدار تعهد از اونا گرفته تا که دوباره اونا را اجازه داد به فعالیت. در اونجا بحث از انجمن شفاخانه خصوصی برای دفاع از اونا ای بود که شما هیچ وقت انجمن شفاخانه خصوصی یا هیئت رهبری انجمن از اعمال غیر قانونی یا از فعالیت های غیر استاندارد شفاخانه حمایت نمی کنه. یکی از اهداف انجمنی است که شفاخانه باید معیاری باشن، اون معیارات حداقلی که توسط وزارت پاس شده و یا جز قانون قرار گرفته یا جز مقرره هسته، کل شفاخانه مکلف هستند که او را انجام بدن. تا به فعلا آنچه که برای سکتور خصوصی در نظر گرفته شده به نام معیارات حداقل، فکر میکنم در سکتور دولتی یا شفاخانه پابلیک نیسته، چون اونا گفتن اونجا سوال مطرح است که شما پول میگیرین یا در شفاخانه شخصی پول گرفته میشه و در شفاخانه دولتی پول گرفته نمیشه. به او خاطر آنچه که سر شفاخانه شخصی تا این فرق بین شفاخانه دولتی و خصوصی، اما فرق بین شفاخانه اف ام آی سی یا شفاخانه فرانسه برای اطفال افغانستان و شفاخانه خصوصی را اگر بگویم، بحث اف ام آی سی را ما از جزئیات شخو مجلس ها پیشتر مطرح کردن که همچون یک تعهد در امو مقطع زمانی با یک شفاخانه انجام شده، او میمانه مسئولیت دولت و خودمون نهاد. ما با عنوان انجمن شفاخانه خصوصی که یک نهاد مدافع حقوق شفاخانه های خصوصی و یا آن کسی که در امی عرصه سرمایه گذاری میکنه، ما نظریات خود در هر مجلس مطرح کردیم. مجلس مطرح آن نظریات که مطرح کردیم امروز ما این مطرح میکنیم که ما شفاخانه های داریم که در طول یک سال یا چیز کم یا بیشتر بالاتر از 500 عملیات قلبی در او انجام شده
و بیشترین بار عملیات های قلبی یا یک معضله که در اونجا هست او را میبرداره. شفخانه شخصی داریم که فعلا یک شفخانه ما در هرات در او ترانسپلانتیشن کلیه میشه. او با همون میارات خود در یک سال از نظر عددی اگر بگویم همین شفخانه که ما میگم 500 عملیات قلبی را انجام داده، او در حدود 360 پرسنل داره و روزانه در حدود بالاتر از 300 مریض میبینه و آماری که FMIC گفته هم روزانه در حدود 370 مریض میبینه. او میگه که ما در که تقریبا در یک سال گفتن که رئیس شفخانه گفت دو از کجا یک لاک شفخانه را که شما مثال میگین از کجا حمایت میشه، کی یا حمایت میکنه، وزارت صحت عامه چگونه حمایت میکنه، سکتور خصوصی و یا نهادها و NGO ها چگونه حمایتش میکنن؟ ما میخوایم به اونجا برسم. وقتی که دو شفخانه را مقایسه میکنیم کو روزانه 370 شف مریض میبینه که در یک سال 1,26,000 فکر میکنم گفتن و این شفخانه تقریبا معادل ازی اما با استاف استاف که تعدادش 360 چند است، از اینا 650 نفر است. این نهاد ما که 5 میلیون تقریبا مصارف سالانه از او هسته، او تمام مسئولیت های دولتی خودم میپردازه و 500 عملیات قلبی هم در اونجا انجام میشه و هیچ نوع حمایت هم از طریق دولت از نظر پولی نمیشه. این بحث های قانونی که مسئولیت های وزارت است، او خود مکلفیت های وزارت است که باید انجام بده، اما از نظر پولی هیچ نوع حمایت نمیشه. او و قیمت از او هم یک بر سه قیمت است که در FMIC گرفته میشه. او تمام فعالیت های خود به وجه احسن و با تمام استانداردها انجام میده. اینجا حال ما میتونیم مقایسه بکنیم، وقتی که FMIC 10 میلیون دلار میگه عاید ما هسته و سه مراتبه از نظر قیمت بالاتر از دیگه شفاخانه بگیرن، از بهترین شفاخانه خصوصی که جزء انجمن شفاخانه است سه چند از او بالاتر میگیرن. فرمان صاحب امیر اجازه بتین با مجلس صاحب شریک بسازیم. مجلس صاحب هر آن چیزی گفته شد شفاخانه های دیگه هم است که در معیارات FMIC کار میکنه اما هیچ گونه حمایت صورت نمیگیره. اگر حمایت به اوت شفاخانه صورت بگیره و همو سیاست های دوگانه یا دوبینی را از بین بره، فکر میکنین شفاخانه های دیگه هم در حال در افغانستان موجود است که بتونه خدمات خوب صحی را عرضه کنه با قیمت خیلی نازل بر مردم؟ به خاطر از پیش بیننده محترمتان سوء تفاهم خلق نشه، شما اگر حمایت یک تعریف بکنین کدام حمایت های به FMIC صورت میگیره که به شفاخانه های دیگه صورت نمیگیره؟ یک و دوم چیزی که دوباره میخوام اشاره چیزی که دوباره میخوام تاکید کنم که شما دو مفهوم تخلط میکنین. شفاخانه FMIC شفاخانه غیر انتفاعی است. شفاخانه هر تعریفی که از غیر انتفاعی در نزد وزارت اقتصاد ثبت است. عرض ما تمام نشد. بله. شفاخانه دیگه که رئیس در مورد صحبت میکنن شفاخانه انتفاعی است. شما با شفاخانه انتفاعی قطعا همکاری مالی کردن نمیتونین. شفاخانه غیر انتفاعی مسئولیتش برای است، تعهدش برای است که در پایان سال حسابات مالیش باید ثابت بسازه که یک افغانی درآمد نداشتم، فایده نداشتم. خاله متفاوت داره، مشکل داره میجاست. مجلس ببخشید، مشکل میجاست. مردم نگرانی ازی دارن. تعمیر مفت، جایداد مفت در اختیارشون قرار داده شده، وسایل مفت، گمرکات ندارن، تکس نمیدهن بخواد به نام ازی که غیر انتفاعی سن ثبت شدن در وزارت اقتصاد. از زنجیر حمید یا مبلغ وجه پولی میگیرن با 1 میلیون دلار که هسته. از وزارت صحت عامه خو گذشته 5 میلیون میگرفتن، حالا گفتین بعد 10 میلیون رسیده، 10 میلیون میگیرن. از بنیاد انکشافی آقاخان یا پول میگیرن. در نهایت باز مصارف پولی که از مردم هم میگیرن خیلی گرانتر، سه برابر چیزی که رئیس به اشاره داشتن است. چرا سعی کنن چند اولا که بحث سه برابر بیاین یا آمار تدقیق کنیم، بگن مثلا فلانه قلم خدمات ما به 1000 راه میکنیم، شفاخانه FMIC به 3000. این میتونه شهروند کمک مثلا کنه. من چیزی که در مستند داشتم من یک ببخشید فیس یکی مثلا فیس در داخل فیس از این فیس شروع میگم فیس دکترها متخصصین فیسشون 580 افغانی در داخل شفاخانه FMIC در حالی که متخصصین در شفاخانه خصوصی غرمان سب چند میگیرن؟ از 150 تا 250. چرا؟ چند بحث است. خب در شفاخانه FMIC تمام معیارات استاندارد که با کار برده میشه یگانه شفاخانه است در افغانستان مد نظر میگیره. شفاخانه FMIC هر سال دیگه شفاخانه نمیگیرن. عرض ما رو گوش کن. بله. شفاخانه FMIC یگانه شفاخانه است که در سطح کشور هر سال از طرف نهاد ISO ارزیابی میشه و معیارات استاندارد بین المللی رو تامین میکنه. هیچ شفاخانه دیگه در افغانستان معیارات استاندارد بین المللی رو نداره. یک. عرض را که ابتدا رئیس به اشاره داشتم،
وزیر صحت تمام زمان که رهبری وزارت صحت به عهده گرفت ما با دو تیغ بسیار بران مواجه هستیم. از یک طرف مسئولیت ما در قبال صحت مردم است، از یک طرف سکتور خصوصی نوپاست که ما نیاز است او را همکاری کنیم. در این وسط هم رسانه های محترم همواره چراغشان روی ما روشن هست. زمانی که وزیر صحت عام فعلی رهبری وزارت به عهده گرفت، یک ارزیابی عمومی از سکتور خصوصی صحت در کابل داشت. از میان 54 شفاخانه خصوصی که در کابل از 54 وزیر صحت 54 از میان 54 شفاخانه خصوصی که در کابل مورد نظارت ارزیابی قرار گرفت، یک شفاخانه هم حداقل معیارات استاندارد را که خود سکتور خصوصی در همکاری با وزارت صحت عامه را ایجاد کرده بود در خود نداشت. خب یکی از استانداردهای شما ویدیوهای داشتیم، ما ویدیوهای داشتیم، یکی از استانداردها اول نبود جای معیاری خیر ببینید صحیح، اما شفاخانه که در خدمت اف ام آی سی داده شده خیلی تعمیر است که فرانسه به خاطر اطفال افغانستان چون اون وقت به فرانسه فرستاده میشد در داخل افغانستان خب در خدمات رایگان بود که از طرف کشورها برای شفاخانه اف ام آی سی در خدمتش گذاشته شد. داش بس شفاخانه اف ام آی سی اگر شما بس شفاخانه اف ام آی سی را مطرح کنین، شفاخانه اف ام آی سی یگانه شفاخانه است که دستگاهی استفاده میکنه تمام دستگاه استاندارد معیاری و دست اول است. یک شفاخانه خصوصی را برام مثال بدین که شفاخانه دستگاه ام آر آی دست اول داشته باشه، دستگاه سی تی اسکن دست اول داشته باشه. مجلس بگذارید که غرمان صاحب در ارتباط از اینکه آیا واقعا شفاخانه دیگه معیارات صحی را در نظر نمی گیرند و آن تکنولوژی پیشرفته ای که در ارتباط طبابت است دست اول ندارن. ما همینجا می خوام میره واضح بسازم، این خودش من فکر می کنم یک برداشت نادرست باید باشه. بالاخره جامعه ما یک جامعه جنگ زده هست، دقیقا مشکلات وجود داره، اما ما پیشتر به همین خاطر مثال آوردم ما شفاخانه داریم که پیوند کلیه انجام میده. یک شفاخانه که پیوند کلیه انجام بده آیا معیارات نداره؟ شفاخانه که در یک سال 500 عملیات قلبی باز بکنه آیا معیارات داره وجود نداره؟ ما فکر میکنم در این مورد این سوی تفاهم باید شده باشه. شفاخانه ما سالانه 8 میلیون مریض در سکتور خصوصی تداوی میشن که از جمله از او اگر غیر انتفاعی بگیریم 1,26,000 شفاخانه اف ام آی سی میبینه. آیا سرنوشت یا تقریبا 7 میلیون دیگه همش تداوی غیر استاندارد است به اونا؟ اگر ایتو باشه بر جامعه ما فاجعه هست، فاجعه است. بحث ماشینری ما همیشه مطرح کردیم، قانون اساسی یک معضله ایجاد کرده که با شما تجهیزات دست دو نیارین، این خودش یک مشکل است، در حالی که در تمام دنیا در جهان سوم در اکثر موارد تجهیزات دست سه هست، با این اقتصادی که دست دو هست و در اقتصادی که مملکت ما داره ما هرگز نمیتونیم یک اماره 2 یا 3 میلیون دلاری را بیاریم دوباره پول از ما به دست بریم در سکتور خصوصی. در بحث افمایسی مطرح است که امو ماشین درجه اول با عنوان غیر انتفاعی دونیشن شده، او اگر بر هر شفاخانه خصوصی دیگر شما دونیشن بکنید هیچ مزله نداره، او رو میپذیره و کارش میکنه و برای اف ام آی سی هم تمام ماشینریش اگر به های لیول است و یا دست اول است دونیشن است. این از نظر تجارتی اونجا بر ما بحث مطرح نیست. به این خاطر ما مدل شفاخانه انتفاعی دیگه هم داریم به نام ایمرجنسی شفاخانه هست، با واقعیت یک لود بسیار بزرگی است که سای ایمرجنسی را داخل کابل میگیره. شفاخانه دکتران بدون سرحد بالاتر از تعدادی که شفاخانه اف ام آی سی میبینه مریض میبینه و در اونجا یک قران پول هم گرفته نمیشه و او من تا جایی که خبر دارم دقیق نمیتونم بگویم 5 میلیون میگن مصارف سالانه از اوسته، در 5 میلیون او روزانه بالاتر از 500 مریض میبینه با خدمات معیاری که کمک های ابتدایی شده که بالاخره 500 مریض برش خدمات میشه اما هیچ پول نمیگیره. اما پالیسی که برای اف ام آی سی شده و باعث رشد اف ام آی سی شده و بهترین شفاخانه فعلا مطرح هست از نظر دولت برای دولت برای مردم، باید همین پالیسی رو برای کل شفاخانه خصوصی بگیریم که کل شفاخانه با یک لیول شود. غرمان صاحب من رئیس انجمن شفاخانه خصوصی اگر بسیار خیلی کوتاه بگین که اگر همین امکاناتی که در اختیار شفاخانه اف ام آی سی داده میشه در اختیار یک شفاخانه خصوصی دیگه که در سطح افغانستان فعالیت میکنه داده شود چی کار را از پیش میبرن و چگونه نرخ بر مردم خواد عرضه کردن نرخ خدمات سیره؟ ما نظر بامو اعدادی که بر شما نظر به شفاخانه قبلی که جزء انجمن است برتان گفتم، من فکر میکنم که هر شفاخانه شخصی دیگه هم
با همه امتیازاتی که برای اونا داده شده میشه اونمو خدمات میتونن ارائه بکنن. سپاس. و ایره تعهد هم میکنیم و انجمن تعهد میکنه و در اکثر ما مجالس مطرح کردن. دیگه بحث دیگه است که وزارت وقت ما ایره مطرح میکنیم که میگن ما یک پروگرام پی 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 یا مشارکت عامه و خصوصی ایجاد شده. موجودیت شفاخانه اف ام آی سی با او امتیازاتش خود از این مانع اجرای پروگرام پی 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 میشه یا مشارکت عامه که یکی از فعلا در آینده شاید از دستاوردهای بزرگ دولت باشه. به خاطر که فکر کنین ما به عنوان یک تجار به عنوان یک تجار من بازار ارزیابی میکنم، شفاخانه دیگر رو میبینم از نظر قیمت، میگم که این شفاخانه فلانی شفاخانه 200 افغانی فیس میگیره و تعمیرش غیر استاندارد است، خودش کرایه میپردازه. وقتی که باز ما میرم در پی 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 او را مقایسه میکنم با شفاخانه خصوصی، ما مبارزه کرده رقابت کرده میتونم، اما زمانی که ما باز خود به عنوان یک سرمایه گذار با اف ام آی سی وقت مقایسه بکنم، خب من میبینم که با او خود ما رقابت کرده نمیتونم. سپاس. به خاطر که از بس پولی مطرح است. تشکر مجلس. خیلی کوتاه اگر بگین تفاهم در آن وقتی که در ارتباط شفاخانه اف ام آی سی صورت گرفته بود اشتباه بود از سوی وزارت صحت عامه؟ یک موضوع استاندارد دارم خیلی کوتاه. ما یکی حداقل معیارات ایجاد شفاخانه و مدیریت شفاخانه در افغانستان داریم که سکتور خصوصی به عنوان یک همکار عمده وزارت صحت عامه حداقل معیارات مد نظر میگیره و این حداقل معیارات است که در افغانستان مورد پذیرش است. شفاخانه اف ام آی سی مطابق استانداردهای بین المللی فعالیت میکنه و فاصله بین معیاراتی که ما در کابل و یا در هرات یا در مزار مد نظر میگیریم، با خاطر که ما با درک ما است که سکتور خصوصی سکتور نوپا هست، اقتصاد ما اقتصاد ضعیف هست، ما معیارات بین المللی را نمیتونیم در کوتاه مدت مد نظر بگیریم، او را در مورد سکتور خصوصی ما مد نظر گرفتیم. با اون معیاراتی که اف ام آی سی در خود شامل ساخته کاملا فاصله بسیار کلان وجود داره. بحث قیمت اف ام آی سی یک سوء تفاهم موجود است که قیمتی که در ابتدا مطرح میشه تا بعد از تخفیف به مراتب متفاوت هست و قیمت هزینه های اف ام آی سی نسبت به بازار معمول. نظارت شما بر شیوه خیریه و ولفیر شفاخانه اف ام آی سی چگونه؟ وزارت صحت عامه، وزارت اقتصاد، وزارت مالیه و تفتیش های بین المللی به صورت مکرر گزارش های مالی شفاخانه اف ام آی سی را چک میکنن و هیچ خطری چیزی که شما برداشت داشتین از بخش خیریه چگونه است؟ برای مریضا از چند تا چند فیصد خیریه در نظر گرفته مریضا یک تعهد که دولت افغانستان برای پرداخت هزینه بخش خیریه کرده او را نتونسته که در سال اخیر ادا کنه. یک با وجود از هم شفاخانه اف ام آی سی با در نظر داشت 6.5 میلیون دلار شفاخانه اف ام آی سی درآمد داره، 10 میلیون مصرف داره، 3.5 میلیون دیگه از 4 دونر بین المللی خود دریافت میکنه و این دونرهای بین المللی تمامش برنامه تفتیش مشخص خود داره، این رو به صورت دقیق نظارت میکنه. بحث تفاهم، تفاهمی که صورت گرفته تفاهم عقلانی صورت گرفته. افغانستان او روز هم به همکاری تکنیکی فرانسه و بنیاد آقا خان و هم شفاخانه نیاز داشت. امروز هم اگر فرصت مساعد شد فیصدی نگفته در ارتباط خیریه که چقدر خیریه متفاوت است بکنن این پلیسی از چند فیصد تا چند فیصد معمولا اینا نظارتی که شما دارید آماری که ما داریم، خب اینا معمولا از 10% در مواردی هم است تا 60-70% موارد استثنایی رو مد نظر گرفتن، ولی دولت افغانستان نتونسته کو از اینی لازمه برشان بپردازه، اینا مجبور است که حالا چیزی را که مقامات در خود شفاخانه اف ام آی سی میگن توان یا تعهد ما در 5% رسیده. برای ما براتون عرض میکنم دولت افغانستان نتونسته 50 میلیون را تعهد کرده بپردازه و اون بعد از تای مراحل بسیار دقیق و مشکل ساز برای مردم باز 5% دولت افغانستان نتونسته که 50 میلیون افغانی را تعهد کرده او را برش بپردازه به دلایل مختلف، ولی بحث تفاهم اگر هم چه فرصت دیگه هم یا سکتور خصوصی یا سکتور ایجاد شد، دولت افغانستان و سکتور صحت دنبال ازی است که فرصت های رمز شفخانه اف ام آی سی یک نیم افغانستان ده تا دیگه نیاز داریم. پی 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 رو که وقتی که عرضه میکنن در افغانستان خوشبختانه نیاز بسیار بالای موجود هست. شفاخانه ما تعمیرای بسیار استاندارد معتبرتر از شفاخانه اف ام آی سی داریم. سکتور خصوصی میتونه با مشارکت با دولت افغانستان فرصت ارزی خدمات با کیفیت فراهم بسازه. تشکر از حضورتان در برنامه و تشکر از شما بیننده گرامی که تا این دم با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر خداوند یارتان.